از آوان از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان، این گروه از یک آدرس مشخص به خواسته های حکومت افغانستان مبنی بر حاضر شدن به گفتگوهای مستقیم لبیک نگفت و علت آن هم چند دستگی میان گروه طالبان و مشخص نبودن طرف گفتگوها با حکومت افغانستان گفته میشه. اما حکومت باید آن گروه های طالبان که مانع بزرگ در صد راه روند صلح هستند را سرکوب کند. ما با یک مجموعه فاسد و به هویت به نام طالب، به نام داعش، به نام القاعده، به نام تروریسم، یک مجموعه ظالم، یک مجموعه به اصطلاح قاتل مردم افغانستان مواجه هستیم. از نظری من بارها گفتیم که جز زدن، جز جنگ با اینها و سرکوب کردن از اینها هیچ راه دیگری ندارد. این نمایندگان از سران حکومت میخواهند تا پالیسی صلح را با مردم در میان بگذارد، زیرا ادامه روند صلح نتیجه در قبال ندارد. صلحی که مردم افغانستان نیاز داره یک آجندای مشخص معلوم نیست. هر وقت که این صلح با کشورهایی که شاهدش هستیم چهارجانبه، هم این صلح چند وقت قبل چی شد، ایجاد شد، اما متاسفانه با چند نشستی که در اسلام آباد و کابل برگزار شد نتیجه نداشت. در این میان خواسته ها این است که روند صلح شفاف و روشن باشد و هزار نوع مداخله در امان. در صورت که صلح شفاف باشد، واضح و روشن باشد و مصلحت افغانستان را تضمین کرده بتانه، نباید ما از آدرس شورای ملی و از آدرس دولت این صلح نفی بکنیم. این به خیر وطن نیست. انوس هم حکومت افغانستان برای پیوستن گروه طالبان به میز مذاکره امیدوار است و از تلاش ها در این زمینه دست بردار نیست. اما بسیاری ها به این باورند که سال زمان در افغانستان تأمین می شود که این روند تضمین جهانی را در قبال داشته باشد.